یک کشوری اگه نظیر جمهوری اسلامی اینگونه نسبت به زندانیاش توجه کرده، اینقدر زندانیاش از رأفت و رحمت اسلامی بهرمند شدن، از عفو بهرمند شدن، اعلام کنه تو دنیا. یک روزنامه حکومتی در وحشت از هک شدن اسرار نظام نوشت اگر دستشان باز باشد در جای دیگری هم میتوانند دست به این اقدام بزنند و حوادث سخت و تلخی را به وجود آورند. من از ابتدای مسئولیت به عنوان یک حقوقدان همواره مدافع حقوق مردم بودم. در نظامی که لاجوردی قصاب معروف اوین به الگوی زندانبانان و مرد پولادین نظام معرفی می شود، جلاد قصد عام هم مدافع حقوق بشر می شود. اول شهریور سالگرد شهادت شهید بزرگوار لاجوردی مرد پولادین انقلاب بود. محرز بشه در تظاهرات شرکت کرده، بلافاصله اعدامش خواهیم کرد و کوچکترین درنگی هم نخواهیم کرد. همچنان که روز گذشته کسانی که در تظاهرات 2 یا 3 روز قبل شرکت کرده بودند اعدام کردیم. روزنامه حکومتی آرمان ضمن اعتراف ناگزیر به قتل و شکنجه های هولناک جوانان نوشت روزی که زهرا کاظمی داخل زندان رفت و 3 روز بعد جنازه‌اش بیرون آمد، اگر پیجویی قوی صورت می‌گرفت ستار بهشتی را نداشتیم که 2 روز بعد جنازه‌اش بیرون بیاید. حقوق بشر محوری ترین نقطه‌ای بوده که من همواره در همه مسئولیت‌ها دنبال کردم. تصاویر صحنه‌های هک شده از سیاه‌شال اوین و هراس سران نظام از افشای اماکن امنیتی نظام نشانه وحشت و ناتوانی در بالای حاکمیت و جسارت و آمادگی قیام در جوانان است. خوندم به زودی این فاجعه تبدیل به تناب دار خودشون میشه، چون مردم همه ناراضی هستن. این بار هم دیگه چهره خودش خامنه‌ای با کسایی که مثل روحانی اصلاح طلب قلابی میتونه بپوشونه. به خاطر همین هر حرکتی هم تبدیل به قیام و شعار مرگ به خامنه‌ای میشه.